یکی از مهمترین اجزا یا قسمت های در واقع جمله سازی توی زبان فرانسه بچه فعلاش هستن میتونم بگم که 80 درصد در واقع جمله هامون توی زبان فرانسه بستگی به فعل داره فعل ها خب همتون فکر کنم دیگه آشنا هستید به فرانسه بهش میگیم ورب و هر فعلی توی زبان فرانسه بچه ها میتونه چندین معنی داشته باشه این نیست که یک فعل حتما یک معنی داره نه شما وقتی سطحتون بالاتر میره که باید این طور بشه اگه میخواین تو سطح مبتدی بمونی که اصلا نیاز نیست که این ویدیو رو ببینید نه اگه میخواین نه سطحتون بره بالاتر چیزهای بیشتری یاد بگیرید اینو باید بدونید که فیل ها میتونن چند تا معنی داشته باشن حالا یه سری از فیل ها اون هستن که هم با فعل کمکی ات صرف میشن هم با فعل کمکی اووا یعنی دو تا معنی دارن خب میخوایم هفت از این فعل ها رو امروز کار بکنیم و در واقع برای هر کدوم من دو تا مثال که خوب خوب براتون جا بیفته من اینو به همه دانشجوام میگم که فعل و به خصوص صرف فعل از نون شب واقعا برای شما واجب تا یعنی از هر چیزی مهمتر میخوای جمله سازی میخوای مکالمه یاد بگیری باید فعل ها رو خوب بلد باشی کاربرد صحیحشون رو خوب بلد باشید و صرف فعلا بلد باشی اما همونطور که گفتم یه سری فعل هستن که اگه با ات صرف بشن یه معنی دارن اگه با اوا بخوان صرف بشن یه معنی دارن اینم بهتون بگم بعد بریم سراغ جمله و فعل‌ها. ها ببینید ما تو همه زبان ها علا خصوص زبان فرانسه یه سری فعل داریم که بهشون میگیم ان ترانزیتیو یه سری فعل داریم که بهش میگیم ترانزیتیف اینا رو باید بلد بشید ان یعنی چی ببین همه فعل که با ات صرف میشن که تعدادشون هم زیاد نیست 30 تا بیشتر نمیشن خب اینا فعل هستن که ان یعنی نیاز به مفعول توی جمله ندارن یه مثال میزنم مثلا وقتی شما میگید من رفتم آیا میتونم این سوال از خودم بپرسم چه چیزی را رفتم اصلا هیچ عقد سلیم اینجوری صحبت نمیکنه خب چه چیزی را رفتم معنی نداره پس فعلایی که با ال میشن نیاز به مفعول توی جمله نداره یعنی اسم بعد از اونها نباید بیاد اما اگه من فعل شکستم رسو میگم من شکستم آیا میتونم بپرسم چه چیزی را شکستم بله معنی هم میلن. مثلا من شیشه را شکستم من چه میدونم بطری را شکستن فعلایی که با اووا صرف میشن همشون جمله مفعول میگیرن فعلایی که با ات صرف میشن نیاز مفعول ندارن که خوشبختانه تعدادشون زیاد نیست اما حالا فعلا داشته باشیم اولین فعلی که میخوایم در نظر بگیریم فعل سختی خاص سخته اگه با اتخ صرف بشه به معنی خارج شدن، بیرون رفتنه مثلا جسی سختی دو بیغو از سه دو, دو لبخ میدی جسی سختی دو بیغو از سه تا ساعت هفت بعد از ظهر از دفتر خارج شدم ببینید که اینجا فعل ات فعل سخته با ات صرف شده اینجا سوی جو سوی ات خدیه سختی دو بیرو یعنی از دفتر خارج شدم در ساعت هفت بعد از ظهر مزمی سختی فر اون پرومنت. مزمی سختی من دوستان برای پیاده روی رفتیم بیرون یه نکته خیلی مهم فرهنگی هم بهتون بگم یک بچه‌ها یادتون باشه ما رو همیشه دوم بیارید نگید ما ابن این محترمانه بی ادبی فرانسه خب فرانسوی‌ها رو ناراحت نکنیم همیشه ما رو دوم بذارید مزامی ما نو سوم یعنی ما رفتیم بیرون باز فعل ات فعل پرم یعنی پیاده روی کردم پس سختی اگه با ات صرف بشه به معنی خارج شدن بیرون رفتنه حالا چه از خونه چه از هر چیزی اما همین سوخته اگه با ابوا سرد بشه معنی خارج کردن بیرون آوردن مثلا ژ سوختی مکله دو ما پوش ژ سوختی من نمیگم جو سی سوختی ژ سوختی وقتی میگه ژ سوختی این بعد یه اس مکل مکله اسم یعنی کلید هامو چه چیزی رو خارج کردم کلید هایم را از کجا از جیبم دو ما پوش ژ سوختی مکله دو ما پوش یا ایلا سوختی لا پوبل لا سختی لا پوبت اون سطح زغاله رو خارج کرد مثلا یعنی از خونه برد بیرون که تحویل رفتگرها بده مثلا پس سختی اگر با با بشه به معنی خارج کردنه فعل دیگه ای که با دو تا معنی داره فعل آنتره هست ما آنتره رو میدونیم یعنی وارد شدن مثلا جو سوی آنتره او بیرو ا ویتا جو سوی آنتره او بیرو ا ساعت 8 صبح وارد دفتر یا شرکت شدم وقتی با ا صرف میشه یعنی وارد شدم اون فعل حرکتی نوسوم انتخه پرلا پورت. یعنی ما از در وارد شدیم نوسوم انتخه پغلا پخت پغلا پورت. یعنی از در ما از در وارد شدیم باز از با فعل ادخ اما همین انتخه اگه با اوار صرف بشه باید وارد کردنه مثلا جه انتخه مزن فرمسیون دان ل فرمیلر جه انتخه مزن فرمسیون دانلود من اطلاعاتم رو توی فرم وارد کردم حالا هر فرمی فرم مهاجرتی فرم استخدامی کلا ما میگیم ل فرمولر ببین دارم میگم ژ آنتر دیگه جو آنتر نمیگم وقتی میگه ژ آنتر با اوغ ثبت او میکنی، بعد اسم بیاریم بعدش انفورماسیون اسم دیگه نومه. ژ آنتر مز انفورماسیون چه چیزی رو وارد کردم اطلاعاتم رو مثلا در فرم یا ایلا آنتر la clé دان la سرور الا آنتخه لست لکله دان رسه خود کلید رو داخل قفت کرد که شما یکی دوی کردم تو قفت که در واس کنم الا آنتخه لکله دان سرور سرور به معنی قفله فیل بعدی بود فیل منته هست اگه با ایت سرف شد بالا رفتنه از دیوار چه میدونم از کو از پله از هر چیزی بالا رفتن با ایت سرف میشه جسی منته او توازیم تاج یعنی رفتن بالا به طبقه سوم. جسی منته او Troisième étage. Elle مونته دان dans le bus. حتی معنی سوار شده هم هست. بالا رفتن است وسیله نقلیه یعنی همون سوار شدن دیگه. باز با ات صرف میشه. Elle مونته دان dans le bus. اصلا نوشتاری دقت کنید. فعلایی که با ات صرف میشن باید با فاعل چون یعنی کلمه‌ای که جمله رو با شروع می‌کنیم با این ضمیر متوقف چون ال یه ای او اینجا او ای مؤنث اضافه می‌کنیم دیگه تو نوشتاری یادتون باشه. اله مونته دان یعنی سوار اتوبوس از اتوبوس بالا رفت اما همین مونته اگه با واسط بشه یعنی بالا بردن یه چیزی حتی برپا کردن ژ مونته ل باگاج دان شام ژ مونته ل باگاج چمدون بردم بالا توی اتاق ل چمدون ها البته جمع ژ مونته ل چمدون ها رو بردن توی اتاق بردم بالا یا ژ مونته لا مثلا در م... لتان پشا یعنی چادر من چادری که سرشون میکنن چادری که برای کمپ و ایناست خب مونت لتان به معنی بالا بردن چادر دیگه اینجا یعنی برپا کردن چادر یعنی زدن چادر ژ مونت یعنی چادر رو برپا کردم چادر رو زدم فعل دسان هم داریم اگر با ا صرف شده. یعنی پایین اومدن یا پیاده شدن مثلا لپخیسون دساندی ببین با ا شده گذشته دساند میشه دساندو اینا رو دیگه باید حفظ کنید ریشه ها رو پسی یعنی قیمت ها پایین اومد اله دساندو دو تاکسی اله دساندو دو تاکسی یعنی از تاکسی اومد پایین یعنی چی از تاکسی اومد پایین پیاده شد دیگه خب پس مونته به بالا رفتن یا سوار شدن دسان به پایین اومدن یا پیاده شدن بعد بعدیم همین دسان هست اگر با اوا صرفش بعد پیاده کردن یا پایین بردن مثلا لو <سؤال> شوفور ا دسانډو سون پاساجر لو شوفور ا دسانډو سون پاساجر <سؤال> یعنی راننده مسافرش رو پیاده کرد شوفور ب راننده تاکسی رو بهش میگه شوفور دو تاکسی لو تو فارسی هم میگه میگه شوفر لو شوفور ا دسانډو سون پاساجر چون داریم با اوا صرف میکنیم یه چیزی بعد بعدش بیاد اگر من این سون پسجر اینجا نگم اون شنونده میگه خب دساندو کی؟ چه کسی رو پیاده کرد؟ پس باید جمله رو کامل کنم به شفاقه دساندو سون پسجر جه دساندو لا پوبل ا نوا جه دساندو لا پوبل ا نوا ساعت نو حالا نوه صبح مثلا زباله ها رو آوردم پایین, پایین آوردم بعد پایین آوردنم معنی میده. قید بعدی اون بچه قطوغنه هست. قطوغنه که همون هم, هم بدونه برگشتنه. که با فعل اتر صرف میشه جو سی رتورنه آن فرانس ایر مثلا یه کاری داشت اومده بود ایران الان برگشته مثلا به فرانسه جو سی رتورنه آن فرانس ایر دیروز به فرانسه برگشتم با فعل اتر صرف میشه ال رتورنه دو سون وایاج اله رتورنه دو سون وایاج یعنی از سفر خودش برگشت بازگشت خب اینجا باز چون با فعل اتر صرف میشه بچه او اینجا من اضافه کردم میخواد اینکه ال مؤنثه دیگه ال قتونه دو سون وایج از سفرش برگشت همین قتونه با ابوا صرف میشه یعنی برگردوندنه مثلا ژ قتونه لو لیور ا لا بیبلیوتک ژ قتونه من چه چیزی رو برگردوندم لو لیور کتاب رو برگردوندم به کتابخونه ژ قتونه لو لیور ا لا بیبلیوتک ال قتونه سه دوکومون ال قتونه سه دوکومون ا مدارکش رو به سفارت برگردوند یعنی برده بود مداره که شما مثلا یه کاری بکنه چه میدونم کپی بگیری پرینت بگیره مهر بزنه حالا برگردون به سفارت ال اوتونه س دوکومو ا لامباساد لامباساد یعنی سفارت بده بعد این بچا قانتخه هست باز به هم, هم برگشتن با ات صرف میشه ایه جسی تخش ای اسوار جو سی رانتره تار شه موا دیر به خونه برگشتم یا اومدم لاسمن درنیر نو زانویته سون رانتره زو لسمن دغنیر یعنی هفته پیش نوزنویته یعنی مهمان های ما سون هانخه شزو برگشتند خونشون خب اینجا هم با فعل ات سرخ شده دیگه به خاطر اینکه معنی برگشتنه بچا فعل ات رو شما باید همه سرخاشو بلد باشید هم زمان حالش رو هم زمان گذشت همه زمان هاشو بلد باشید به خاطر اینکه شما اگر بخواید یه سری فعلا رو مثل این فعلایی که داریم کار می‌کنیم رو صرف کنید اگه فعل ات رو بلد نباشی نمیتونی استفاده کنی همین قاندخه اگه با وا صفت بشنی وارد کردنه مثلا ژ قاندخه لوتور او پارکینگ یعنی ماشین رو به داخل پارکینگ وارد کردم یعنی بردم ژه قاندخه لوتور او پرکینگ یا ژ قاندخه لکود دومکق ژ قاندخه لکد دم کخد یعنی رمز کارتم رو کد کارتمر یا رمز کارتم رو وارد کردم قانده ژه قانده لکد دومق فعل بعدی اون فعل پسه هست به معنای عبور کردن اگه به فعل ات صرف بشه مثلا جسی پسه دو مال بانک جسی پسه دو بانک یعنی از جلوی بانک رد شدم عبور کردم جسی پسه دو بانک یا ال پسه پغلا ال پسه پغلا اون از اونجا رد شد یا عبور کرد باز دقت کن اینجا ما یه او مؤنث داریم چونکه که ال خانم او تنها اضافه میکنه ال پسه پغلا اما همین پسه اگه با اوا صرف بشه بشه به معنی گذروندن سپری کردن صرف کردن مثلا ژ پسه اون اور ا پارلر ژ پسه اون اور ا پارلر یک ساعت با او حرف زدم یعنی چی یک ساعت را گذروندن صرف کردن تا با او حرف بزنم یعنی یک ساعت باش حرف زدم ژ پسه اون اور ا پارلر مثلا شما میگی؟ پس 5 اور پخشور سور جو سنک اور پخشور سور اینجا یعنی من روزی پنج ساعت تو اینترنت میگذرونم وقت میگذرم میشه پسه و با میشه یا نوزوان پسه moments ensemble Nous avons پسه دوبو moments ensemble یعنی اوقات و خوبی رو با هم سپرکنی یعنی به همون خوش بچه برای زمان از کلمه تام استفاده نکنید برای زمان از مما استفاده کنیم نو زمان پس دوم مما نه بم تام دوم تام تام به معنی آب و هواس بیشتر از ممان استفاده کنیم نو زمان پس دو مما زان سام. یا آن بابات خوبی رو با هم سپری کردیم به اون خوش خب امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه که صد درصد بوده مطمئنم بخاطر اینکه امروز یاد گرفتیم که فعل ها زبان فرانسه میتونن معانی کاملا متفاوتی داشته باشن اگر با ات صرف بشن یه معنی دارن اگر با اوا صرف بشن یه معنی اگه فکر میکنید فعلی رو جا انداختم که هم با ات صرف میشه هم با اوا صرف بشه لطفا توی کامنت ها برام بگذارید این ویدیو هم که این بالا لینکش رو میگذارم حتما ببینید فعلایی که کلا با ات صرف میشن قبلا یه ویدیو درست کردم اگر ندیدی حتما ببین مرسی ا اوا